الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما توفیق داد و امروز ما و شما در درس ششم سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داریم. یک مقدمه در اول داشتیم و بعد از او در پنج درسی که در روزهای قبل ما و شما خواندیم نزول وحی و دعوت مخفیانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در مدت 3 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور مخفیانه به مردم دعوت کرد و کسانی که به دین اسلام رو آوردند یک نفر دو نفر آمدند و به طور پنهانی هر کدامشان بر اثر دعوت یکدیگر مسلمان شدند که بیشتر دعوت از ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. یکی بعد دیگری ایمان آوردند. آنچه که از آیات قرآن نازل میشد او را میآموختند، تعلیم حاصل میکردند و به دیگران و دیگر دوستایشان که تازه مسلمان میشدند به اونها هم میرسند. 3 سال دعوت پنهانی بود و در جلسه قبلی ما شما بیان کردیم که دعوت یعنی چی. دعوت تنها وظیفه یک فرد نیست یا یک فرقه خاص نیست، بلکه وظیفه تمام انبیاء الهی بود. تمام پیامبران علیهم السلام دعوت میکردند مردم را به چی؟ به یگانگی الله، به این که مردم فقط و فقط الله یکتا را عبادت کنند و از آن چی که غیر الله است و یا طاغوت است از او اجتناب. پس پیامبران الهی وظایف خود را اجرا کردند. صحابه کرام که زانو زدند در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوتگران راه حق بودند و پیام الهی را در حد و توانش به مردم رساندند. بعد صحابه کرام شاگردان را تربیه کردند که در تاریخ صدر اسلام به نام تابعین یاد میشه. اونها هم علم را آموختند، قرآن و سنت را در خانه خانه مردم رساندند و بعد اونها هم شاگردان تربیه کردند که به نام تبع تابعین یاد میشه. اونها هم ادای مسئولیت ها را کردند و به همون ترتیب یکی بعد دیگر نسل به نسل تا وقتی که قرآن عظیمشان را انتقال دادن به من و شما. بعد از گذشت قرن ها قرآن در پیش روی ما است، با ترجمه با تفسیر در دسترس ما قرار دارد. احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم در اختیار ما قرار دارد. مردم با زبانهای پشتو و دری و فارسی و ترجمه هم کردن در اختیار ما قرار دادن و در این عصر و زمان یک جوان خیلی با آسانی میتونه که بره او کتابها را از بازار پیدا کنه یا از صفحات اینترنت بگیره، دانلود کنه و بگیره بخونه و میتونه که با او علم حاصل کنه و در مجالس علما زانو بزنه، چرا که هر عالم، هر دعوتگر، هر مبلغی که رسالت خود میشناسه ادای مسئولیت میکنه و فی سبیل الله بیرون میشه در راه الله بدون از اینکه از کسی کدام توقعی داشته باشه، از کسی کدام مطلب داشته باشه، فقط و فقط به خاطر رضایت الله بیرون میشه و هر قدر علمی که در اختیارش است که آموخته در مجالس زانو زده او رو انتقال میده برای نزدیکترین کسانه، ولو که با کسی شناخت شخصی هم نداشته باشه یا از خش و قومش هم نباشه، از فامیلش هم نباشه، ولی همی که کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانه در عقیده برادر از ما، ولو که از هر قومی باشه، ولو که از هر نژادی باشه، به هر زبانی که تکلم کنه و یا در چهره خود سیاه باشه، سفید باشه، سرخ باشه، یا قد بلند باشه، قد پخش باشه، در اسلام این گپا نیست. این مرضهایی را که شما امروز در جامعه امروزی میبینین که فلانه قوم چنان کرد، فلان قوم چنان کرد، زبانشان چطور است یا رنگشان چطور است یا از کدام منطقه هستند، این گپایی است که دشمنان الله و رسول از شروع تا به حال دامن میزنند. این تعصب، این کینه، این قوم پرستی، این همه میراث است که از جاهلیتی که در قبل از اسلام بود از او وقت سرایت کرد. اونها هم عجیب عجیب حرفای میزنند و امروز هم دشمنان الله و رسول حرفای عجیب میزنند، ولی مسلمان از هر منطقه که باشه در عقیده با هم یکی است. کسی که با اونها در عقیده تکر داشت با او مشکل دارن، ولی کسی که عقیده ایشان یکی است که الله را به یگانگی عبادت میکنن و رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه است برشان، الگو است، پیامبرشان است، رهبرشان است، پیشوایشان است،
اینها هیچ وقت در بین یکی دیگر تبعیض ندارن. به همین خاطر شما بارها بارها صفات صحابه کرام خواندید. در مجلسی که صحابه کرام بودن، هر کدام از هر کجا بودن، ابوبکر صدیق از یک قبیله بود به نام بنی تیم، عمر فاروق از قبیله بنی عدی بود، عثمان ذوالنورین از بنی امیه بود، هر کدام نام قبیله هایشان است، علی ابن ابی طالب از بنی هاشم بود، به همین ترتیب هر کدامشان، بلال از حبشه بود، سلمان از فارس آمده بود، صهیب از روم آمده بود، در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم همه یک جا بودند و هرگز اینطور وقتی نشده که کسی گفته باشه که تو از فلان قوم هستی یا زبان تو چنین است، در مجلس حق گفتار نداری، بلکه هر کدامشان با رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره می کردن. و شما خوب بیاد دارین که رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک وقت و زمانی از یک کسی که از فارس است، فارسی زبان است، از مناطق ایران است، فارس از او است، از اونجا آمده پیامبر صلی الله علیه وسلم از او مشوره میگیره و مشوره از او مورد قبولش واقع میشه که جنگ خندق است. و کندن خندق عرب ها بلد نیستن. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه دشمن بزرگ 10,000 نفر از مکه حرکت کردن به طرف مدینه میان، با اینها چی کاری کنیم؟ از بین صحابه یکی بلند میشه میگه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، در مناطق فارس وقتی که لشکر بزرگ دشمن میامد و ما چاره نداشتیم، دور و دور شهر خود خندق میکندیم تا که اونها از خندق تیر شده نتونند و ما حفاظت کنیم از خود. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره یک خارجی را قبول میکنه، یک کسی که غیر عرب است، یک کسی از فارس آمده، در بینشون بالکل نه از جمع مهاجرین است نه از جمع انصار، از فارس آمده، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره امور قبول میکنه و خندق امکندن خندق شروع میکنن که انشاءالله در لا بلای درسهای ما شاید که غزوه خندق هم بیاید اگر حیات باقی باشه او را بیان میکنیم که مسلمانان چقدر سختی ها را دیدن در کندن خندق. شکمشان گرسنه بود، سردی هوا به حدی بود، ولی با شوق با اشتیاق به خاطر دفاع از دین خود، به خاطر دفاع از پیامبر صلی الله علیه و سلم، به خاطر دفاع از مظلومانی که در شهر بودن، از دفاع از زنان، از پیرمردان، از همه اینها دفاع کنند، با شوق و اشتیاق همه با مشوره یک کسی که غیر عرب. ولی امروز اگر در یک مجلس شما ببینید که یک قوم جمع آمده، یک کسی که از اون منطقه نباشه و یا از اون قوم نباشه، او را خوب نشناسن، آیا برادو اجازه میتن که گپ بزنن؟ در مجلس برادو اجازه نمیتن، میگه تو از این منطقه نیستی، تو از این مردم نیستی، تو از این قوم نیستی، چرا برادو اجازه بده؟ در حالی که در اسلام هر یک از صف بلند میشد، استاده میشد و اگر حرفی داشت، اعتراضی داشت، و این نمیخو میگن آزادی بیان، که آزادانه بیان میکرد سخن خود و هیچ کسی نبود که در مقابل از استاد شوه شمشیر ورداره یا با کفش خود بزنه یا با بکس خود دوره بزنه که تو چی کار هستی که در پیش روی پیامبر صلی الله علیه وسلم و یا در پیش روی یکی از خلفای اسلام تو بلند شوی و چنین حرف را بزنی. در صدر اسلام چنین نبوده. پس در مجالس ما هم که ما این درس ها را میخوانیم در بین ما هم نباشه. نه از روزی که ما آمدیم در بینتان از کدامتان پرسان کردیم که شما از کدام منطقه هستین، از به کدام زبان گپ میزنین، بلکه همه روزه که میایم برادروار همینجا نشسته هستیم، حرف خود را تکرار میکنیم، حرف دین آزادانه بیان میکنیم. هر کسی که زیادتر کوشش میکنه وقت میتره توجه خود بیشتر میگه، اون خوبتر میفهمه و با دیگران انتقال میده. پس به این خاطر ما و شما دعوت گفتیم که دعوت صحابه کرام همه دعوت میکردن و تنها وظیفه یک گروه خاصی نبود که چند تن را پیامبر صلی الله علیه وسلم مقرر کرده باشه که شما به مردم دعوت کنین، ولی دیگر کسایی که هستین شما برین به کارهای دیگر مشغول شوین و دعوت به وظیفه شما نیست، بلکه هر صحابه دعوتگر بود، قاضی بود در هر بخشی، قاری قرآن بود، احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد داشت، فقیه در دین بود و در هر جایی که می رفت ادای مسئولیت میکرد و مردم را به طرف دین الله دعوت میکرد. دعوت کردن دیگران به طرف دین الله وظیفه هر کدامشون، مثل که روز قبل ما شما آیات متعدد را تکرار کردیم و با ترجمه خواندیم که الله متعال در سوره یوسف آیت 128 می فرمه که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و آله، اینمی راه ما است، اینمی منهج ما است، اینمی روش ما است، دعوت راه پیامبر است، از همه انبیاء الهی راهشان بود. و ما مردم را دعوت میکنم با طرف الله، شما الله را عبادت کنین، بجز الله کسی دیگه مستحق عبادت نیست.
با فلانی صاحب، فلانی صاحب، با مخلوق، با درخت، با سنگ، با اینها سجده نکنید. این بت‌ها را که با دستای خود می‌سازند با اینها رکوع و سجده نکنید، نظر نکنید، قربانی نکنید. اینها مخلوقات الله است، اینها کلشان عاجز هستند. فقط الله است که بی‌نیاز است، به هیچ چیز ضرورت ندارد، نه به فرزند، نه به همسر، نه به کدام شریک. و هیچ کسی حق نداره که آنچه که الله متعال میکنه این خود را به او شریک کنه، یا کسی دیگری بیا او را شریک قرار بده و یا بر اینها نفع برسانه یا ضرر برسانه. به این خاطر راه معلوم است، مردم را به طرف الله دعوت میکنه. علی بصیرتن، یعنی که با فهم کامل، با فهم دقیق، با بینایی کامل، کورکورانه نه، که به هر چیزی در مطابق قرآن و مطابق سنت. فهم دقیق از کجا میشه؟ که انسان قرآن را با ترجمه، با تفسیر بخونه، سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله را بخونه، احادیثش همه بخونه و راه و روش صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، این همه را خوب بفهمه، چرا که در صدر اسلام امینها دعوت کردن. راه و روش از امینها بود، اینها بودند که در مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله زانو زدند، اینها مستقیم از مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله درس آموختند و اون امر انتقال دادند با کمال صداقت، بدون کم و زیاد، بدون از اینکه به او چیز اضافه کنند و یا از چیزی از او کم کنند. در هر مرحله ای که اینها دعوت کردند، به هر کسی که رساندند، پیام حق را با امانتداری کامل رساندند. در راه دین هیچ خیانتی نکردند که از احکام دین چیزی را به نفع خود گرفته باشند، پنهان کرده باشند و چیز دیگری را از خود اضافه کرده باشند. چون این کار را هیچ کسی نکرده، نه در صدر اسلام صحابه کرام کردند، نه شاگردانشان و نه باز شاگردان آنها. و هر کسی که در راه دین بلند شد، چیز را جعل ساخت، نسبت دروغ داد بر رسول الله صلی الله علیه و آله و گفت که فلان حرف حدیث است، فلان حرف حدیث است، الحمدلله که علمای از بین امت بلند شدند که خوب را از بد تفکیک کرد، حدیث صحیح را از حدیث ساختگی و موضوع جدا ساختند و گفتند که فلان چیز از هر کسی که روایت شده، کسی که روایت کرده، حتی مو زندگی نامی از را بیان کردند که فلان شخص در فلان قسمت حافظه نداره، دروغگو است، در زندگیش چنین ثابت شده، به این خاطر حرف از این دروغ است و این نسبتش دروغ است. و رسول الله صلی الله علیه و آله خود در احادیث خود واضح بیان کرده، هر آن کسی که سخن دروغ را برای من نسبت میده، جایگاه خود در جنت، در جهنم بگیر، بوی بهشت هم با مشامش نمیرسه. چطور یک کسی بلند میشه ولو که یک سخن خوبم باشه، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله نگفته باشه یک کسی را دروغ با پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت بده؟ که بسیار مردم ها بودن در کتاب های خود نوشته کردن، مبالغه کردن و فکر کردن که اگر چنین حرف را بگیم شاید چند نفری به خاطر دین الله جمع شوند. ولی عزیزان، سخن حق را باید بگه، هر آن چیزی که حق هست. از خود اضافه کردن در دین برای ما جواز نیست. ما نمیتونیم که در یک مجلس چیزهایی را بگویم به خاطر از اینکه مردم خوب گوش کنند، سبحان الله بگویند، الحمدلله بگویند و باز بگویم که علیاذ بالله در آیت قرآن بوده و یا در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و یا قول یکی از صحابه بودند. صحابه همه راستگو بودند، همه عادل بودند، چیز دروغ نداشتند. حتی یک بار صحابه جلیل القدر به نام عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله را نوشته میکرد. مردم ایرما نکردند که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که الفاظ را بیان میکنه شاید وقتی باشه که قهر باشه، تو هر چیزی را نوشته میکنی و با مردم میگی و میگه که مرا منع میکردن مردم. و وقتی که ما به رسول الله صلی الله علیه و آله گفتم که یا رسول الله صلی الله علیه و آله، هر آن چیزی که از زبان مبارکت بیرون میشه من را یادداشت میگیرم و مردم مرا منع کردن، نشه که کدام وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله در عالم غصه کدام حرفی را بزنه و توی را هم نوشته میکنی. و رسول الله صلی الله علیه و آله در جواب این صحابه جلیل القدر میگه که والله که از این زبان بجز حق چیز دیگری بیرون نمیشه، چرا کلام رسول الله صلی الله علیه و آله هر کدامش از هوای نفسش نبود. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیامبر صلی الله علیه و آله هر حرفی که میزنه از هوای نفس خود نمیگه، بلکه آنچه که میگه وحی است از جانب الله که برش وحی میشه. پس به این خاطر در دین الله هر آن چیزی را که شما جستجو میکنین در مقابلتان کسی پیش میکنه، بدون سند شرعی پذیرفته نمیتونه، بدون سند شرعی پیش کرده نمیتونه بر شما که این طریقه عبادت است، شما این عبادت را کنین، فلان دعا را اگر شما بخوانین، فلان کلمات را شما وقتی که میخوانین تکرار میکنین، برای شما این قدر اجر میرسه.
و اگر این دل و دعا را بر چند نفر روان کنین شما خوشخبری میبینین، و یا اگر نکنین برتون مصیبت میرسه. چون این الفاظ را در هر جای هر کس به نام دین پیش میکنه، شما بگین که سند از کجا، کدام آیتی از قرآن است، کدام حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله است، کدام قول از صحابه است که اینو پیامبر صلی الله علیه و آله تایید کرده باشه. وقتی که سند شرعی نبود چگونه اینو قبول کنیم؟ دین را برای ما کی آورده؟ دین خود جانب الله آمده و رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما واضح کرده، تشریح کرده، تفسیر کرده، بیان کرده. دین واضح بیان شد. پس عزیزان، امروز ما و شما می‌خوایم که دعوت آشکارا را بخونیم. یعنی قبلا ما شما دعوت مخفیانه را خواندیم، با تعداد کسانی که مسلمان شده بودند نام‌هایشان را گفتیم که در صدر اسلام یکی بعد دیگر مسلمان شدند و پنهانی دعوت آغاز کرده بودند و همه ایشان در یک مدرسه در خانه یک جوان 16 ساله جمع شده بودند و او جوان 16 ساله از قبیله بنی مخزوم به نام ارقم بن ابی الارقم رضی الله عنه خانه خود در اختیار مسلمانان قرار داد که شما بیاین در این مجلس و پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا تشریف میاره، شما زانو بزنین در اینجا و شما علم دین را بیاموزین. و فقط تعلیم قرآن بود، درس عقیده بود که به اونها الله معرفی شده بود با اسماء و صفاتش. اونها خوب میفهمیدن که عذابهای جهنم در کدام حد است و نعمتهای بهشت در کدام حد است، و اونها از میدان رستاخیز باخبر شده بودن، در کل صراط باخبر بودن، این همه را آموخته بودن. پس وقتی که گناه میکردن، اندکترین گناه از اونها سر میزد، متوجه میشنن که عذاب سخت در پیش روی داریم، فوراً به الله رجوع میکردن، توبه میکردن و در کارهای نیک یکی بر دیگر سبقت میکردن. اینها سالهای سال در مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیه شدن. پس آنها هر کدام اینها رهبر شد، خلیفه مسلمانان شد، امیر مؤمنان شد، والی یک ولایت شد و به بسیار امانتداری و بسیار صداقت و شجاعت، با توانمندی، با تدبر وظیفه خود را پیش بردن. که در صدر اسلام شما مراجعه کنین، از هر کدام زندگی نامه‌شان بخوانین، ببینین که چقدر خدمت به اسلام کرد. سالهای سال از فامیل خود دور بوده، از اولادهای خود دور بوده، در راه الله بیرون شده، زخمها را بر وجود خود چشیده، زخمهای زیاده را برداشت کرده، ولی پرچم اسلام را بلند کرد. امروز بعد از گذشت قرنها نام هر کدامش میگیریم، افتخار میکنیم و وقتی زندگیشان را میخوانیم، هر قدر مسلمان سخت دل باشه، وقتی که زندگی نامی اونها را میخوانه اشکایش سر میگه و میگه سبحان الله چه انسانهایی بود. دیگر در امروز مادرها و تا اولادها را تولد نمیکنن، ترمه نمیکنن، پرورش نمیکنن، مانند صحابه، مانند تابعین، هر کدامشان خدمت کردن و احسانمند اونها هستیم امروز هم. اگر زحمتی اونها نمی بود، تلاش اونها نمی بود که دین رساندن، ادای مسئولیت کردن، ما هم ادای مسئولیت کنیم، نسلی که بعد از ما میاد برای ما هم دعا میکنه. ولی بعدا به حال مردمی که نسل بعدی بیایه و به او دشنام بزنه که عمر خود را هم حیف کرد و برای ما هم راه غلط را بود. عزیزان، هر کسی که میره از دین اسلام مرتد میشه، برمیگرده، وظیفه کی است؟ مسئولیتش به کی است؟ تنها پدرش از او مسئولیت داره یا تنها مادر به او مسئولیت داره؟ آیا متوجه استاد نیست؟ آیا متوجه همسنفیش نیست؟ متوجه دوست نزدیکش نیست؟ از خویش و قومش نیست؟ هر کسی ذمه دار است که او فرزند مسلمانه برای شلم دین نرسانده و او امروز مجبور شده در مقابل متاع دنیا، در مقابل چند پوله و در مقابل ادی که هیچ چیز را از دین نمیفهمیده، از دین خود بیرون شده، به یک دین دیگری رفته که دین باطل است، واضح معلومه، ولی فقط به خاطر یک چند روپیه دنیا، به خاطر منفعت دنیا آخرت خود را خراب کرد. دعوت آشکارا بعد از 3 سال بر پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که باز هم آیات قرآن نازل میشه و رسول الله صلی الله علیه و آله باز هم الله متعال برش بیان میکنه، آیات قرآن را نازل میکنه، وقتی از این میرسه که دیگر دوران پنهانی خلاص شده و آشکارا مردم را دعوت کن و آیات قرآن نازل میشه در سوره الشعراء که و قسمت از آیات است که وانذر عشیرتک الاقربین، خویش و قوم نزدیک خود را بیم بده. وقتی است که قبلا پیامبر صلی الله علیه و سلم فامیل خود را دعوت داده، دوستان نزدیک خود را دعوت داده به طور پنهانی، ولی حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم برش می گفته میشه که تو خویش و قومت را دعوت کن، ای که کاکایت، تو که عمیت، تو که بچه کاکایت، از این همه خویش و قومی که در دورت است، اینها را همه را دعوت کن.
هم راست با پیامبر صلی الله علیه و آله وانز رشیرت کل اقربین، بیم بده برای کسایی که خویشاوندان تو هستند، نزدیکان تو هستند. و رسول الله صلی الله علیه و آله در دامنه کوه صفا بلند میشه. عزیزان، دامنه کوه صفا جایی است که یک جای بلنده که هر کس یک خبر مهمی که داشته باشه میره در اونجا صدا میزنه و مردم همه متوجه میشن، میرن به گرد از او جمع میشن. مثل ازی که امروز اگر با امروز مقایسه کنیم که یک رادیوی خیلی مشهور باشه و یا یک رسانه دیگری که به همه انتقال بتیگه، در او بلندی استاد میشه و همه مردم یک یک قبیله را نام گرفته صدا میزنن که ای مردم بیاین جمع شوین، و هر قبیله مردمانی که در اونجا هستن صدای بلندش میشنوند و از هر طرف میاین و کسایی که نمیشنوند کسای دیگری میرن و پشت از واو و اونا رو میگن که بیاین، که یک خبر بسیار مهم است. در او بلندی بلند شدن و صدا زدن دلیل ازی بود که یک خبر بسیار مهم در پیش روی داره و همه مردم جمع میشن و میبینند که رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که 40 سال در بین شان امین بود، صادق بود و با اینها با کارشان کار نداشت، در این کوه بالا شده و اینها را صدا میزنه، هر کدام را قبیله قبیله نامهایشان را میگیره و برشان صدا میزنه. وقتی که همه جمع میشن میگن حتما خبر مهمی هست که باید بشنویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه و اگر ما برای شما بگویم که دشمن در پشت از این کوه آمده و بر بالای شما حمله میکنه، شما حرف ما را باور میکنین یا نمیکنین؟ همه صدا میزنه که ما تا با امروز از تو هیچ دروغی نشنیدیم، پس حرف تو را تصدیق میکنیم، تکذیب نمیکنیم. ببینین که پیامبر صلی الله علیه وسلم از کدام شیوه استفاده میکنن. در اول بر اونها میفهمونه که از روزی که ما به دنیا آمدیم در همین منطقه پرورش یافتیم، بزرگ شدیم، شما امر ما را خوب میشناسیم، آیا من یک انسان دروغگو هستم برای شما پیام غلطی را آوردیم؟ همه میگن که نه خیر، تو انسان صادق هستی، تو هر حرفی که بزنی با دل و جان ما قبول میکنیم. در اول پیامبر صلی الله علیه وسلم از اینها و نمود تعهد را میگیره که اینها حرفا بشنوند، بعد از او برشان میگه که ما پیامبر الله هستم، از جانب الله آمدیم، شما را به یک تا پرستی دعوت میکنم، به عبادت الله یگانه دعوتتان میکنم. اینها همه نعمتهای بهشت است و این هم عذاب آخرت است، شما کدامش را پسند میکنین؟ الله را به یگانگی عبادت کنین، راهتان راه بهشت است که رضایت الله را کرد. اگر با سنگ و چوب و بت و اینها رکوع و سجده میکنین، آنچه که الله متعال به او امر کرده شما سرکشی میکنین، عاقبتتان جهنم است. اختیار با شماست، ما شما را دعوت میکنم به یگانه پرستی. همه مردم یکی با دیگر طرف دیگر سیل میکنن، میبینن که ای خود در بین ما راست نگفت، ای خود تا با حال با ما دروغ نگفته بود. سخنان از یک مورد تایید ما باید باشه، ما باید ایره قبول کنیم. ولی از بین اینها نزدیکترین کس بلند میشه کاکایش ابولهب، اما ابولهبی که سرخ و سفید بود و قریشی بود و خوب قوی بود و سرمایه دار بود، همسایه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و کاکای رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده بود، از خوشحالی زیادی یک کنیز خود را آزاد کرده بود و عمو کنیزش که به نام سویبه بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم را شیر داده بود در دوران طفولیتش، اینقدر خوش بود. ولی وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با پیام حق بلند میشه، وقتی که کلمه توحید را بیان میکنه، وقتی که مردم را به عبادت الله دعوت میکنه، اینمی وقت است که قبل از این هیچ کس برش چیزی نمیگفت، نوازش میدادنش، تعریفش میکردن از اخلاقش، از صفات نیکش. ولی امروز کاکایش نزدیکترین کس بلند میشه، بجای ازی که در کنار برادرزاده خود استاد شود، بجای ازی که تعاون کنه، همکاری کنه و بگویه که برادرزاده ما در کنارت هستم، خودم، خانوادم، فرزندانم در کنار تو است، مالی که در اختیار دارم در اختیارت است و تو مردم را به یگانگی الله دعوت کن، تو پیامبر برگزیده هستی، برخلاف این همه در مقابلش جبهه میگیره و سخنان زشت میزنه و میگه به خاطر همین الفاظ ما را در اینجا جمع کرده بودی، نلایاز بلا میگه که هلاکت باشه بر تو، هلاک شوی، آیا به خاطر این همین الفاظ ما را جمع کردی؟ ما به خاطر همین جمع شده بودیم. وقتی که چون این حال را میندازه، دیگر مردم ها خاموش هستن، کاکا سر صدا میکنه و برادرزاده نازدانه خود، برادرزاده که تا امروز طرف کاکای خود بلند سیل نکرده، کدام حرف زشت نزده، هیچ عمل خلاف نمی، و در همسایگیش هم همسایه است، هم برادرزادهش است و برادرزاده که یتیم بزرگ شده
برخلاف از اینکه ابو طالب را چقدر حمایت میکرد، چقدر سرپرستیش کرده بود، چقدر زحماتش کشیده، یک کاکارا ببینین با وجودی که ابو طالب ایمان نیاورد، ولی تا وقتی که از دنیا رفت در حمایت رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ کمی نکرد. این تا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله با سن 50 سالگی را میرسد، از 8 سالگی که پدر کلانش وفات میکنه که سرپرستیش به عهده کاکاش ابو طالب است، تا وقتی که 50 سال عمر پیامبر صلی الله علیه و آله میشه و ابو طالب وفات میکنه، تا روزی که از دنیا میره این قدر دوست داره پیامبر صلی الله علیه و آله، آن قدر برش جان فشانی میکنه که حتی در وقتی که به پیامبری مبعوث شده در خانه خود جایش را تبدیل میکنه. وقتی که به بستر خواب میره، بعد یک فرزند خود میاره در جای دی میخوابونه و میره میگه که تو با جای دیگری بگو که اگر کسی قصد تعرض تو را کنه بر بالای تو حمله کنه پسر ما کشته شوه ولی برادرزادیم صحیح و سالم بود. و بارها بارها مشرکین اعتراض میکنن، شما میبینین که نزد ابو طالب میان و میگن که ای برادرزاده چنین میکنه، ای برادرزاده چنان میکنه، ای اصلاح بتو میرم بفهمان، ای برای ما تسلیم بکن تا ما با ای یک طرفه کنیم، ولی همیشه همیشه دفاع میکنه، ولی این کاکای بدبختش در مقابلش بلند میشه. و هر وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در کوچه و بازار میره و میگه که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم لا اله الا الله بگوین که کامیاب شوید، اینمی کاکای بدبختش از پشتش میره و میگه که لا تصدقوا لا تصدقوا، گپای از تصدیق نکنین، اینه دروغ میگه، الله عزیز بلا اینه قبول نکنن حرفش. اینمی کاکا همی کار شروع میکنن و الله متعال در قرآن عظیمشان مذمتش کرد، آیه ای که تا قیام قیامت، اما سوره ای که تا قیام قیامت تلاوت میشه، تبت یدا ابی لهب و تب، الله متعال را مذمتش میکنه و یه آیات قرآن در بین مردم گفته میشه، تلاوت میشه، میشنه و خودش هم میفهم. ببینین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله آزار و اذیت میرسونه، الله متعال حبیب خود را دوست داره، در هر حال حفاظتش میکنه، و چگونه کسی بیاید به پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراض کنه؟ الله متعال میگه که هلاکت بر خود ابو لهب باشه، هر دو دست خودش بشکنه، هم خودش هم خانمش هم اولادایش، هیچ کدامش برشان خیر نیست، در آتش دوزخ. واضح سوره تبت یدا ابی لهب سر و آخر بخوانی، یک سوره بسیار کوتاه در پاره آخر با ترجمه بخوانی. ابو لهب خودش انسان مضر بود و همسرش ام جمیل نام داشت، سر راه پیامبر صلی الله علیه و آله خط و خاشاک هم انداخت تا که به پای پیامبر صلی الله علیه و آله خاک بره، خط و خاشاک بره، خار بره و او اذیت ببینه به خاطر اذیت پیامبر صلی الله علیه و آله. و همچنان دو فرزند ابو لهب که قبلا دامادان پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، پسران کاکایش، اونها هم آسیب بسیار زیادی میرسانند به رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی همه ایشان مورد عذاب قرار میگیرند. الله متعال اینها را برشان وعید سخت میده، دستای شکسته باشه، هلاک باشه، همسرش، خودش، فامیلش، همه مالش، هیچ چیزش به دردش نمیاد. پس به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله بار اول دعوت آشکارا شروع میکنند، نزدیکترین کس در مقابلش قرار میگیره. عزیزان شما هم اگر دعوت آغاز کنین، شاید که نزدیکترین دوستتان بیاد در مقابلتان استاد شوه و شما را منع کنه که تمام دین برای تو آمده، ملا برای چی هستن، مولای صایبا برای چی هستن، قاریای قرآن برای چی هست، یک قدر مدارسی که هست اینها چی میکنن، برای تو وقت هستن، تو باید درس تا بخونی، تو باید تفریح کنی، تو باید در عیش و نوش باشی، با تو چه قرار، تو چه کاره، آیا تنها وظیفه تو است؟ چرا خود را در یک جنجال مندازی؟ بگذار هر کس، روز قبل هم یاد کردیم که مثل‌های عجیب و غریب را یاد و تو را از این را مانع میشن که میگه چرا؟ حیف جوانیت نکرده، در این جوانی محفل تفریح است، پارک ها است، روزای جمعه هر طرف میریم چکر میریم، عیش و نوش میکنیم، ساز و سرود است، اینها برای کی است؟ خب برای جوان است. ساز و سرود خب برای پیر نیست که یک پیر بگیره در برای خود سن و سالش بلند شده باشه و تایپ بابا گوش کنه، همی جوان است، وقتی مستیش است فکر میکنند که خوشی کردن با معصیت ها است. نه خیر، انسان در هر حال خوش میباشد. عزیزم وقتی که تو قرآن به زبان شیرین تلاوت میکنی، آیات قرآن به او تفکر میکنی، تدبر میکنی و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله هر کدامش را دنبال میکنی، والله که از این که خوشی بزرگ اگر به تو باشه، این لذت کسی دیگری نداره. و اگر مردم ها میفهمیدن، همین کسایی که امروز حاکم هستن، امیر هستن، همین فرزندانشان که مالدار هستن، زور دارن، قدرت دارن، اگر این لذت هم میفهمیدن، والله که با شمشیر از شما میگرفتن، با زور تفنگ از شما میگرفتن.
ولی نصیب هر کسی نمیشه. اینها در قصرها زندگی میکنن ولی شو که میشه تابلت خواب میخورن که باید خواب، آرامش ندارن هر لحظه دید. ولی انسانی که در این مجلس میباشه باور کنین که قدر راحت خواب میکنه که فقط امو اذان ملایی را بلند میکنه، صدای قرآن بلندش میکنه، صدای اذان بلندش میکنه، در وقت بلند میشه و پروای از این هم نداره که در دنیا چی گپ است، کدام خطر متوجه ما باشه، چرا که حافظ و نگهبان ما کی است؟ الله. در تقدیر ما نوشته شده که الله ما را حفظ میکنه. پس اگر دشمنان هر قدر به ما خوف بدن، هر قدر ما را تهدید کنن، چه پروا داره؟ به این خاطر دعوت را آغاز میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم و مشرکای اینی وقت است که جبهه گیری را شروع میکنن. قبلا هم میفهمیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم پنهانی دعوت میکنن، ولی میگفتن شاید مثل ورقه بن نوفل واره که از اهل کتاب بود گوشه نشینی اختیار کرده، و یا مثل زید پدر سعید رضی الله عنه که هم دین یکتاپرستی را اختیار کرده بود، میگفت شاید اینها باشن که در مجالس فسق و فجور اشتراک نمیکنن، شراب نمینوشن، بت پرستی نمیکنن، گوشه نشینی اختیار کردن، شاید این هم مثل اونها باشه. ولی بعدها خطر احساس میکنن، میگن که اینها خدایان باطل ما را، این معبودهای باطل ما را، این بتهای ما را، لات و عزار و هبل اینها را رد میکنن. مردم میگه که تمام کارها را فقط الله میکنه. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا ممکن است که این همه کارها را یک نفر فقط یک خدا انجام بده؟ اونها خب برای هر چیز خود برنامه جور کرده بودن، یک بت را مانده بودن که برای سردردی است، یک بت برای پای دردی است، یکی برای شکم دردی است، یکی وقتی که با سفر میرفتن میگفتن پیش ازی بت بره، وقتی که صاحب میخواد به جای که از الله فرزند بخوان پیش فلان مخلوق میرفتن، از فلان دیگر رزق و روزی میخواستن، با جنیات، با درختها، با هر چیز پناه میبردن و میگفتن که آیا این همه کارها را فقط یک خدا میکنه؟ بله، او الله ذوالجلال است، رب ذوالجلال است، همه قدر قدرت داره، متصرف کائنات است که همه کارها را وقتی که فقط به زبان فقط میگه که شو میشه، موجود شو موجود میشه، فقط ارادهش میشه. اینها نمیفهمیدن و به همین خاطر اینها اعتراض میکردن. مشرکان به رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض میکردن. اولین اعتراض مشرکا به رسول الله صلی الله علیه وسلم چی بود؟ اونها میگفتن که با الله متعال شریک نیازن، همین قسمی که قبلا یاد کردن، این همه کارها را با یگانگی خود الله انجام نمیده، علیاذ بالله کسای دیگری هم با از این شریک هستن. ولی آیات قرآن بر ما میگه که وقتی که از اونها پرسان میشد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وقتی که ازشان پیدا پرسان میکرد که آسمان ها و زمین کی پیدا کرده، میگفتن الله، دی مشکل نداشت، لیقولون الله، میگفتن که الله. خب وقتی که الله پیدا کرده، خب لایق عبادت هم الله است، این نعمت ها را الله داده، دست ما، گوش ما، چشم ما، پای ما، همه چیز را برای ما داده، اگر اکسیژن است، اگر می درخت ها است، اگر غذا ها است، اگر حیوانات اهلی است که باید شکار شود در اختیار ما بود، این همه را الله داده، این همه نعمت های الله است. پس چرا آمد وقتی که شکر الله را میگیرم ادا میکنم، چرا کسی دیگری را با این شریف بسازم؟ این بت ها به ما چی نفع میرسانه، چی زیان میرسانه، کجا با ما سخن میزنه، کجا خوراک برش پیش کنم، شربت بیارم برش بتم، غذای لذیذ برم های خورده میتونه، اگر با سنگی را بزنم از خود دفاع کرده میتونه، وقتی که از خود دفاع کرده نمیتونه، ما چطور به این فنا ببرم، به ما چی نفع رسانده میتونه؟ و شما در زندگی نامه هر صحابه میبینین صحابه بوده که وقتی که برش معلوم شده بعد گفته که این بود از خود دفاع کرده نمیتونه، در چنین حالتی هست، من چطور بر ازیره رکوع کنم، بایی سجده کنم، عبادت ازیره کنم، از این پناه بگیرم، بعد این بخوایم و از این حاجات خود را بخوایم، و همه هست که با یگانگی الله پناه میبره و میگه که الله. ولی اعتراض مشتکین نمی بود که شریکار قرار داده بودن، و وقتی که برشان گفته میشد، باز دیگر آیت قرآن برای ما واضح میکنه در سوره الزمر آیت 3 است که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینها را عبادت نمیکنیم بلکه اگر عبادت هم میکنیم به خاطر اینکه اینها ما را به الله نزدیک بسازند. ما مردمانی هستیم که روسیا هستیم، گناهگار هستیم، شرمنده هستیم، با این خاطر روی نداریم پیش الله، میریم پیش اینها، این بت ها را ما جور کردیم، این بت ها مردمان نیکی بودند، در بین مردم اینها صدقه میدادن، مهمان نوازی میکردن، غریب نوازی میکردن، عبادت هم میکردن، اینها مردمان نیک هستن، ما میریم از اینها بت جور کردیم، با او رکوع میکنیم، سجده میکنیم، حاجت میخواییم، اینها را واسطه میگیریم
پیش رب ذوالجلال که اینها واسطه شوند. این حرف اونها بوده. شاید که در عصر و زمان ما هم همینطور مردمایی باشن که میگن که پیش الله به واسطه رفته نمیشه. و دلیل چی میارن؟ میگن یک کسی که پادشاه باشه، آیا او سکرتر نداره؟ آیا وزیر نداره؟ آیا او از خود معاون نداره؟ آیا دیگه در دفترش رئیس نداره؟ خود چرا میری چند نفر پیش چند نفر میری واسطه میکنی تا که یک راه پیدا میکنی که پیش پادشاه حاضر شوی و عرضت پیش کنی؟ و اینها در دنیا اینمی مثال میاره. ولی عزیزان خوب فکرتان میگیرین، دقیق باشین که پادشاه هست، مخلوق هست، ظالم بوده میتونه، ظالم بوده میتونه، در حق کس ظلم کرده میتونه، ناتوان بوده میتونه، ضعیف بوده میتونه، به همه رسیدگی کرده نمیتونه. ولی او کسی که مالک حقیقی است، مالک یوم الدین است، به هیچ وزیر، به هیچ سکرتر، به معاون، به رئیس، به هیچ همکار ضرورت نداره، هیچ ضرورت نداره. پادشاه ضعیف میباشه، پادشاه ناتوان میباشه، پادشاه ظالم میباشه. وقتی که کسی به پادشاه میخوای واسطه ببره، در حقیقت میفهمه که اگر من در مجلس از او حاضر شوم و پیش از او برم، اول خوب برای من نمیمانن، از دروازه اجازه نمیتن، بادیگارداش کجا میمانم پیش از او برم؟ ظالم هستن، نمیمانن. و اگر کوشش هم کنم برم، لتو کوبم میکنن، اصلا من پیش از او رفته نمیتونم. و در غیر از او، وقتی که من پیش از او برم، پادشاه خوب به امور همه مردم رسیده نمیتونم. به این خاطر خوب برای خود سکرتر گرفته، رئیس گرفته که با مردم وقت بگیره. ولی الله متعال خواه همه کائنات در تصرفش، پس به او چی واسطه ضرور است؟ الله که از مادر کرده، از پدر کرده، به هزاران مرتبه مهربان است. اگر بر پدر همی چشم های تو را هم میداد که تو پدر هستی، من حیث پدر، دو چشم از تو باشه، دو تا از پسرت باشه، اینمی چهار تا را بگی بینتان تقسیم کنه، چی فکر میکنین عزیزان؟ پدری که قدر مهربان است، سه چشمه پیش خود میگیره و یکی را میداد، میگه بچه ماست و می یکی گزاره کنه، کدام وقت ضرورت شد باز دیگهش میدن و نفع خودی کار میکرد یا نمیکرد؟ هر کسی در زندگی که برش چیز میرسد، اول نفع خودت میسنجه. پسرم جوان است، تنومند است، چیز را ما به خود نگاه کن. ولی به همین خاطر رب ذوالجلال بر تو چشمای زیبا داده، قد بلند داده، بر تو گوشهایی از چقدر دور صدا را میشنوه و برای تو توان ازیرا داده که تو در یک مجلس اشتراک میکنی. این همه نعمت ها را که برای تو داده، یک یک عضو وجود داده تو حساب کو و شکرانش ادا کن. ببین که همه را برای تو داده رب ذوالجلال. برای تو چی مشکل داره که تو را زنده بسازه و تو را دوباره زنده بسازه، تو را بمیرانه؟ هیچ مشکلی برای تو. همان طوری که در اول پیدا کرده، بعد از اینکه ما میبینیم دوباره ما را زنده میکنه. و این گپی بود که مشرکای را قبول نداشت. میگفتن چطور امکان داره که یک انسان بمیره، خاک شوه، پوسیده شوه و بازی دوباره زنده شوه؟ ولی عزیزان شما هر سال میبینین برای شما نباتات معلوم نمیشه، پژمرده میشه، خاک میشه، خراب میشه. ولی وقتی که بالای زحمت میشه، آبیاری میشه، اونا دوباره خود تر و تازه میکنن، بلند میکنن. این همه کارها را کی میکنه؟ الله متعال. دهقان بیچاره خود فقط زحمت خود میکشه، ولی ای که او رشد میکنه، ای خود ای خواهد نعمت الله متعال است. چرا که شما دیده باشین کسانی که شکرگزاری الله را نمی کنند، کسانی که تکبر می کنند. در آیات قرآن قصه های قرآنی را بخوانین، کسانی که تکبر کردند و گفتند که این زحمت خود ما است، این تلاش خود ما است، این حق خود ما است، الله متعال چگونه بربادش کرد؟ چرا که الله متعال انسان های متکبر را دوست نداره، مغرور را دوست نداره. انسان هایی که نرم باشند، نرم خو باشند، ملایم باشند، پیش الله تضرع کنند، زاری کنند، این همه کارها را میکنند، به این خاطر الله متعال اونها را کمک میکنه، مدد میکنه، در رزق و روزیشون برکت میندازه. کسی ادعا کرده میتونه که به دست خودم از این سال حاصل را که من گرفتم، علیاذ بالله، بدون کمک الله با نبوده. وقتی که نظر رحمت الله نباشه، جاله هم تباهش میکنه، بارش تیز هم میآید، سیلاب هم میآید، آتش سوزی هم میآید، و یا اینکه هیچ که نشه، یک چور و چپاول میشه و مالهاش چور میشه، برش نمیده. ولی همه نعمت های الله است که برای دی دادن. و مشرکا میگه پر قبول نداشتن، اعتراضشون بود، در اول شریک می آوردن و در دومش از روز قیامت منکر بودن و میگفتن هر عملی را که انجام میدیم انجام میدیم دیگه، نه روز قیامت، نه سوال، نه بازخواست، هیچ چیز نیست. این دو علایم از جمله چیزهایی بود که مهمترین یا قسمت های مهمی بود، اعتراضاتی بود که از جانب
مشتکین بود. عزیزان، وقتی که شما هم دعوت میکنین، الحمدلله که مردم مسلمان هستن، میفهمند، ولی کسانی که متوجه شدن از جاهای دیگر فرهنگ و تهاجم فرهنگی آمده، رسانه ها به اونها میفهمانه ای گپ ها را و اینها سخنهای دشمنان ما را تکرار میکنن، و این خاطر اونها میاین در بین ما شک و شکوک ایجاد میکنن که چطور امکان داره چنین باشه یا چنان باشه، چرا از درس سیرت با خبر نیستن. اونها گذشته اسلام را مطالعه نکردن، صدر اسلام را مطالعه نکردن، ولی من و شما هر روز وقت میدیم و میبینیم که اسلام عزیز با چه قدر سختی به ما رسیده، چه قدر زحمت ها بوده. که انشاءالله درس های ما ادامه داره و امروز ما و شما دعوت آشکارا را آغاز کردیم، انشاءالله این سلسله ادامه داره و میبینیم بعد از این که در راه دعوت آشکارا رسول الله صلی الله علیه وسلم با پیروانش چی سختی ها را میبینند و چگونه برای ما انتقال دادن دین الله را. الله متعال به همه ما توفیق نصیب بگردانه که ما هم راه و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش تعقیب کنیم و سعادت دنیا و آخرت نصیب ما شود و به دیگران هم برسانیم به شیوه حکیمانه‌اش، که نه از ما کسی ناراض شود، نه کسی با ما دشمنی کنه، بلکه من حیث یک دوست، من حیث یک خیرخواه، پیام حق را برش برسانیم و بر ازو بگوییم که از آتش جهنم دور شود و در بهشت جاودان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.